مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. موافقت مجلس ایران با کلیات طرح کاهش تعهدات هسته‌ای 4 روز بعد از ترور فخری‌زاده. دولت میگوید تصمیم درباره برنامه هسته‌ای فراقوه‌ای است و در زمین دشمن هم نباید بازی کرد. از یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای میپرسیم مصوبه مجلس ایران اگر نهایی شود چیزی از برجام میماند؟ در ادامه برنامه امشب پژوهشگر ایرانی سوئدی در یک قدمی اعدام. وکیل احمد رضا جلالی تایید کرده که او برای اجرای حکم به زندان رجای شهر کرج منتقل شده. ایران چشم انتظار محکومیت ترور فخری‌زاده از سوی کشورهای عرب. تهران تا چه اندازه نگران همپیمانی همسایگان جنوبیش با اسرائیل است؟ و در برنامه صدزن امشب تو تهران به دنیا آمدم، بعد سر 2 سال آمدم آمریکا. من ایرانی هستم و من خیلی کشور خودم دوست دارم، میخوام کمک کنم. دانشمندانی که در صف اول مبارزه با همه‌گیری کرونا هستند. گفتگو با پردیس ثابتی، متخصص ژنتیک و ویروس شناسی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. جمهوری اسلامی ایران زخم خورده از ترور محسن فخری‌زاده، چهره ارشد بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، به دنبال انتقام است. از جمله این اقدامات طرحی است به نام اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که امروز مجلس به کلیات آن رأی داد. طرحی که در صورت تصویب نهایی محدودیت‌هایی بر سر بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران وضع خواهد کرد. دولت اما مخالف این طرح است و آن را نه مفید می‌داند و نه ضروری. همزمان بسیاری از اصولگرایان خواهان واکنش جدی جمهوری اسلامی به ترور محسن فخری‌زاده هستند. کشمکش بین جناح‌های سیاسی داخل ایران در شرایطی بالا می‌گیرد که بسیاری از ناظران بین‌المللی نگران چند هفته پیش رو تا شروع به کار رئیس جمهوری جدید آمریکا هستند. آیا جمهوری اسلامی که تا اینجای کار با وجود کاهش تعهداتش کماکان در برجام باقی مانده، ممکن است کاسه صبرش لبریز شود و دست به کاری تنش‌زا بزند؟ یا تصویب طرح‌های شبیه به طرح اقدام راهبردی صرفاً برای امتیازگیری است؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فیروزه اکبریان. جلسه امروز مجلس و رأی موافق نمایندگان به کلیات طرح دوفوریتی برای کاهش تعهدات هسته‌ای ایران. آمریکا مرگ بر اسرائیل. همراه با سر دادن شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل. طرح مجلس اگر نهایی شود و به تایید شورای نگهبان برسد، دولت را موظف به اقداماتی می‌کند. باید از نسل جدید سانتریفیوژهای IR2M و IR6 استفاده بشه. تو بحث هسته‌ای طراحی یک راکتور آب سنگین شبیه راکتور سابق عراق. علاوه بر اینها در این طرح که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران نام دارد، سازمان انرژی اتمی موظف می‌شود سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در فردو تولید کند. راکتور آب سنگین عراق را به شرایط قبل از برجام برگرداند و اگر 2 ماه پس از قانونی شدن این طرح طرف‌های برجام به تعهداتشان به طور کامل عمل نکنند، دولت موظف می‌شود اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بازدید سرزده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران نکته‌ای کلیدی در پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای معروف به NPT است که ایران اجرای داوطلبانه آن را در تفاهم اتمی لوزان پذیرفته بود. از فرستادن هر گونه سیگنال ضعف. تصمیم برای تهیه این طرح تنها 2 روز پیش در مجلس گرفته شد. اما دشمن جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنش قوی. واکنشی به ترور محسن فخری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در نزدیکی تهران.
این طرح با آنکه بیش از 250 نماینده از آن حمایت کردند، اما با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. بعضی از مواد این قانون که پیشنهاد شده از جمله از طرف غلامرضا نوری نماینده بستان آباد که لغو پروتکل الحاقی را در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی دانست، نه مجلس. رئیس مجلس اما انتقادها را رد کرد. اینکه شما می‌فرمایید چون این اصل از اختیارات شورای امنیت ملی ما نباید دخالت کنیم، این اختیار وارد نیست. اما مخالفت با طرح مجلس به برخی نمایندگان محدود نشد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی که به عنوان نماینده دولت در نشست امروز حضور داشت گفت: اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در برنامه غنی‌سازی ما ایجاد نمی‌کند، اما عدم اجرای آن باعث ابهام در برنامه هسته‌ای ما خواهد شد. این موضوع در جلسه علی ربیعی سخنگوی دولت هم امروز در مخالفت سخن گفت، هم نظر با بعضی نمایندگان مجلس. به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس اصل 176 قانون اساسی فراقوه‌ای بوده، هیچ نهاد و قوه‌ای به تنهایی نمیتونه خارج از این چارچوب اقدام کنه. اضافه بر مخالفت‌ها در داخل کشور، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز و پس از تصمیم اولیه مجلس برای طرح این طرح چنین واکنش نشان داد. از کاهش محدودیت یا اخلال در کاری که دو طرف با هم انجام می‌دهیم هیچ طرفی برنده نخواهد شد، مخصوصاً خود ایران. همکاری برای اطمینان از این که برنامه هسته ایران استفاده نظامی ندارد برای جهان ضروری است. قطعاً شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد. چشم امید دولت فعلا به شورای نگهبان است. دقیقاً مجلس این پیغام رو داد به دشمنان ایران اسلامی که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده. اما به نظر می رسد برای این نمایندگان حداقل امروز روز به کرسی نشاندن حرفشان است. فیروزه اکبریان، بی بی سی. اریک بروئر تحلیلگر مسائل هسته‌ای مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل از واشنگتن دی سی با ماست. خوش آمدید آقای بروئر به برنامه ما. طرحی که کلیاتش در مجلس ایران امروز تصویب شد، البته هنوز اجرایی نشده و در شورای نگهبان تایید نشده، اگر که تایید بشه امکاناتی که در واقع ایران باید، قدم‌هایی که ایران باید برداره به نظر شما یا به چه سرنوشتی برای برجام منتهی خواهد شد؟ ممنون از دعوت شما. یکی دو نکته مهم هست که باید در ذهنمون داشته باشیم در مورد با این طرح. قبل از اینکه اولا سیاست هسته ایران در دست پارلمان این کشور نیست. این رهبره که این سیاست رو تعیین میکنه در مشورت با شورای امنیت ملی و مشاوران خودش و هیچ شواهدی در دست نیست که به زودی بخواد تغییری در این سیاست بده. نکته دوم این که هیچ نشانه ای نداریم که او این چراغ سبز رو داده باشه به مجلس و فکر نمی‌کنم به زودی هم چنین کاری بکنه. در پی قتل محسن فخری‌زاده، رهبر برنامه سابق هسته نظامی ایران، خب تقاضای انتقام رو در ایران شنیدیم، ولی تقاضای خیشتنداری رو هم شنیدیم، تقاضای این که به قول خودشون به تله اسرائیل نیفتن. برای اینکه ایران میدونه که اگر بخواد که بعضی از این مفاد این طرح رو اجرایی کنه، مثلا بیاد پای بازرسان بین‌المللی رو از تأسیسات خودش کوتاه کنه، این یک تحریک بزرگ خواهد بود که میتونه به تحریم‌های حتی شدیدتر یا پاسخ حتی شدیدتر آمریکا و کشورهای غربی بی انجامه و اون وقت وارد یک چرخه انتقام جویی بشین که ایران واقعا دنبال اون نیست. بنابراین در حال حاضر شاید احساسات خیلی تند و تیزی از جانب به اصطلاح اصولگرایان در پارلمان شاهد باشیم در پی این قتلی که صورت گرفته و خب
کسانی که ناراضی هستن از سیاست فشار آمریکا شاید بخوان از این احساسات علیه دولت روحانی استفاده کنن، اما فکر نمی کنم که به زودی بخوان هیچ قدمی در این راستا بردارن در کوتاه مدت. اما صدایی که به هر حال اصولگرایان در ایران ازشون شنیده میشه اینه که منصفانه نیست که ایران با آژانس همکاری میکنه، همزمان مسئولان برنامه هسته‌ایش به این شکل در خاک ایران ترور میشن. اونها آژانس رو به کمکاری متهم میکنند. عذابی شما چی از واکنش آژانس؟ این نگرانی هایی که اشاره کردید و بیان میشه در داخل ایران در ارتباط با همکاری ایران با آژانس، از یک سو دسترسی که به بازرسان بین المللی داده شده و بعد همزمان این قتل ها صورت میگیره، خب این یک انتقاد دیرینه است که مطرح شده از جانب جناهای به اصطلاح اصولگراتر یا تندروتر در ایران. سال هاست که این رو میشنویم، اما فکر نمی کنم که این در واقع جایی برای تئوری توطئه باشه. هیچ نشانه در دست نیست که شراکت و همکاری با آژانس منجر به قتل رسیدن این مسئولان هسته‌ای شده باشه. و خب اگه صادقانه بخوایم بگیم، ایران منافع زیادی، فواید بسیاری هم نصیب شده از همکاری با جامعه بین‌المللی و آژانس و اجازه بازرسی دادن به واسطه توافق هسته‌ای که بهش رسیده بود. و خب مکانیزم‌های در این رابطه هست. از یک سو ایران باید نشون بده که قدم هایی که برداشته در پاسخ به فشار حداکثری دولت ترامپ، همه جهان شاهد این بود که ایران این قدم ها رو برداشت. بنابراین این نشانه ها بوده و دیده شده و از طرف دیگر تا حد این اعتماد رو ایجاد کرده برای جامعه جهانی که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. بنابراین در کل اگر بخوایم تصویر بزرگتر نگاه کنیم، با وجود اون انتقادی که مطرح شد، ایران در نهایت منتفع شده و به نفعشه که همکاری رو ادامه بده. در ارتباط با پاسخ ایران به سیاست فشار حداکثری، فعالیتاش در زمینه سانتریفوژها، افزودن سطح غنی‌سازی اورانیوم، من میدونم که احتمالاً حس میزنم که احتمالاً ایران در این راه حرکت خواهد کرد، اما بعید میدونم که بخواد دسترسی بازرسان رو از تأسیسات خودش کوتاه کنه. توقف اجرای پروتکل الحاقی آیا مشکلی در روند هسته ایران ایجاد میکنه؟ So the main consequence would be مهمترین پیامد چنین توقفی، اگر ایران تصمیم بگیره که دیگر نمیخواد که این پروتکل الحاقی رو اجرا کنه، این یعنی اینکه دسترسی و میزان اختیارات بازرسان بین‌المللی رو کم خواهد کرد. قادر نخواهند بود که به یک بعضی از تأسیسات دسترسی داشته باشند و خب برای اونها خیلی دشوارتر خواهد بود، برای آژانس خیلی دشوارتر خواهد شد که اطمینان حاصل کنه که برنامه هسته ایران کاملا صلح‌آمیزه و به دنبال تأسیسات، به دنبال مواد لازم برای سلاح هسته‌ای نیست. و خب این میتونه که اون وقت یک واکنش جدی رو داشته باشه از جانب آمریکا و جامعه بین‌المللی، اگر که ایران بخواد وارد چنین مسیری بشه، به این دلیل که تبعات اون برای بازرسی و نظارت بر برنامه هسته ایران جدی خواهد بود. متشکرم. اریک بروئر، تحلیلگر مسائل هسته‌ای با ما. در ادامه برمیگردیم به این موضوع، اما فعلا به خبر دیگر توجهتون جلب میکنم. وکیل احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است، میگوید موکلش برای اجرای حکم اعدام به زندان رجای شهر کرج منتقل شده. به گفته هلاله موسویان، تمام اقدامهای حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام موکلش انجام شده، اما راه به جایی نبرده. از جمله این اقدامات، تقاضای عفو و سه بار درخواست اعاده دادرسی است که همه آنها رد شده. خانم موسویان درباره احتمال اجرای حکم اعدام موکلش در ساعات آینده ابراز نگرانی کرده و گفته فقط اگر ایران و سوئد گفتگو کنند، شاید راهی برای نجات جان آقای جلالی باز شود. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر، بیش از 4 سال پیش به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرده بود که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و به اعدام محکوم شد. حکم او را دیوان عالی کشور تایید کرده. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا، با ماست. آقای دهقان،
شما در پرونده های افراد دو تابعیتی فعالیت کردید و موکلشون بودید. فکر می‌کنید که چقدر نگرانی ها درباره احتمال اعدام آقای جلالی جدیه؟ وقت بخیر. طبیعتاً نگرانی که جدی هست، اما در واقع باید بگیم اگر سیستم حقوقی و قضایی مطابق رویه بین المللی بر اساس عقلانیت و قانون در واقع بخواد عمل بکنه، من احتمال اجرای حکم اعدام رو نمیدم. و توجه داشته باشید که ما در رابطه با جان یک انسان صحبت میکنیم، در حالی که در این پرونده ما میدونیم که حکم اعدام در حالی تایید شده که همکاران ما وکلای این پرونده اجازه و امکان ارائه مستندات رو نداشتن و همین اندازه همین موضوع کفایت میکنه برای اینکه بگیم که وقتی حکمی که به سلب حق حیات یک انسان در واقع دستوری میده یا حکمی میده که باید اجرا بشه، اگر تا این حد نقض و نقض در واقع صورت گرفته باشه، طبیعتاً باید تعجیل نکرد و قانون و عقلانیت رو حاکم کرد. فکر میکنید که به چه علت در این مقطع زمانی تصمیم گرفتن حکم رو اجرا کنه؟ ما در این مورد طبیعتاً نمیتونیم گمان زنی بکنیم، چون بحث حقوقی و بحث قضایی متفاوته. ولی اون چی که مسلمه، شاید برخلاف تصور اولیه، باید در نظر داشته باشیم که جناب دکتر جلالی 4 سال پیش بازداشت شدن و 3 سال پیش حکم اعدامشون در دیوان عالی کشور با نقض مراتب قانونی، تاکید میکنم، تایید شده. خب اینها هیچ کدوم ارتباطی به مسئله اخیر نداره. ترور در هر صورت ترور هست. بله، من اخبار دنبال کردم، دیدم به هر حال ترور هست و در هر صورت محکومه. منظورتون اما ترور آقای فخری زاده است؟ بله طبیعتاً. به هر حال اون چی که در یعنی فکر می‌کنید که ارتباطی ممکنه به تلاش جمهوری اسلامی برای انتقام و پرونده آقای جلالی وجود داشته باشه؟ نه، واقعیتش اینه که من چنین ارتباطی نمیبینم و من به عنوان وکیل دادگستری نمیتونم گمان زنی بکنم در حوزه سیاسی یا امنیتی. ولی این چیزی که مطمئن هستیم این هست که دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کردن که از 20 سال پیش به دنبال چنین عمل غیرقانونی بودن، یعنی ترور. و خب اگه شما یک مقایسه حداقلی بکنید که 4 سال پیش دکتر جلالی دستگیر شد، 3 سال پیش حکم اعدام صادر شد، این ارتباطش به 20 سال پیش چیه؟ و اساسا باید ببینیم 20 سال پیش دکتر جلالی کجا بودن. از طرفی همین ترور اخیر هم که در هر صورت محکوم است، هر گونه نقض حقوق بشر در هر سطح، در هر کجای دنیا، از سوی هر نهادی یا هر شخصی. ولی توجه داشته باشید خبر انتقال جناب دکتر جلالی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام پیش از ترور اخیر بوده. یعنی بی ارتباطی رو از باب منطقی هم میشه الان دید. شما تجربتون در دیگر پرونده های دو تابعیتی ها چطور بوده؟ چی میشه که عده‌ای آزاد میشن، مبادله میشن و عده‌ای احکام اینچنینی علیهشون اجرا میشه؟ ببینید، در پرونده های خارجی ها یا دو تابعیتی ها به طور مشخص حقوق، متاسفانه باید بگیم که در واقع فضای حقوقی بسیار فضای کمرنگی هست در مقابل فضای سیاسی، و از اون مهمتر و تاثیرگذارتر متاسفانه فضای امنیتی. بنابراین شاید در این جور پرونده ها نمیشه یک حکم واحد صادر کرد و اون حکم رو کپی کرد، پیست کرد برای بقیه کیس ها. اما اون چیزی که مسلم هست در پرونده خارجی ها، نه دو تابعیتی ها، احتمال تبادل وجود داشته. خب ما داشتیم، پرونده ای داشتیم و دیگر پرونده ها رو هم دیدیم، این احتمال وجود داشته و داره. اما در بحث دو تابعیتی ها بحث یه مقدار متفاوت است، برای اینکه به هر حال در سیستم حقوقی ایران ما تابعیت مضاعف رو میدونیم که به رسمیت نشناختن، و وقتی تابعیت مضاعف یا تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نشده، ما نمیتونیم از بحث تبادل در واقع استفاده کنیم. از منظر حقوقی عرض میکنم، و تبادل یک ایرانی با یک ایرانی دیگر رو در واقع بخوایم کلید بزنیم. هرچند در باب حقوقی ما خیلی مباحث رو مطرح میکنیم از باب منطقی، حقوقی، حاکمیت قانون، حکومت عقلانیت در واقع و غیره، اما میدونیم که در مقاطعی تصمیمات گرفته میشه و اقداماتی که انجام میشه الزاماً منشأ و پایه حقوقی نداره و الزاماً هم پایه قضایی نداره و بیشتر از جنبه های سیاسی و امنیتی ممکنه باشه. اما در این حال وقتی صحبت از جان یک انسان میکنیم، فرقی نمیکنه در چه سطحی یک دانشمند باشه، یک
پزشک باشه در این سطح مثل دکتر جلالی یا شهروند عادی باشه مثل نوید افکاری. وقتی یک اتفاقی میفته، وقتی حکم اعدام هست، به حال مجازات هایی که سلب حق حیات و حق زندگی انسان ها رو کلید میزنه در هر سطحی که باشه، باید در اونجا توجه و دقت بیشتری کرد، عقلانیت رو حاکم دونست و قانون رو به جای هیجانات و احساسات، و اصلا تعجیل در این زمینه هیچ معنا و مبنایی نداره. از طرف دیگه وقتی 3 سال از حکم اعدام در واقع گذشته، چنین انتقالی در چنین مقطعی هم خیلی منطق نداره، هرچند عرض کردم که این انتقال برای اجرا پیش از این عمل غیرقانونی ترور بوده. متشکرم از شما سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا با ما. شاهین میلانی، مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران از استنفورد در ایالت کانتیکت آمریکا با ماست. آقای میلانی، بسیاری از بستگان دو تابعیتی هایی که در ایران در زندان هستند و حکم دارند معتقدند که از ایرانشون گروگان گرفته شدند. جمهوری اسلامی در پی چی بود از بازداشت آقای جلالی؟ فکر میکنید که آیا او هم گروگانه؟ وقتی یه کسی رو به اتهام جاسوسی میگیرن، خب باید یک شواهدی ارائه کنن برای این اتهام. وقتی که شواهدی ارائه نمیشه، بعد ایشون شکنجه میشن، مجبور به اعتراف تلویزیونی میشن، بعد و یک حکم بهشون میدن که اصلا هیچ مبنایی در قوانین کشور، حتی قوانین خود جمهوری اسلامی هم نداره این حکم. طبق قانون مزد اسلامی که داره تعزیرات جاسوسی مثلا حکمش از 1 تا 10 سال زندان مثلا. اصلا اینکه این مسئله رو بعد بچسبونش به محاربه و حکم اعدام بهش بدن یک چیز عجیب غریبی. یعنی حتی تو اون سیستم قضایی جمهوری اسلامی هم که اصلا موادش ناقض حقوق بشر هست، حتی در اون سیستم هم این حکم بی‌معنیه. بنابراین مسلما این باور به وجود میاد که چنین حکمی یک روند سیاسی پشتش بوده، یک اراده سیاسی پشتش بوده و میشه اونو تعبیر کرد دقیقا به گروگانگیری. بله، برای اینکه اگه که واقعا جرمی مرتکب شده بودن ایشون، بعد شواهدش رو جمهوری اسلامی در دادگاه ارائه میکرد. وقتی شهروند دو تابعیتی رو اینطوری میگیرن و حکم اعدام میدن، و ما مواردی همین هفته قبل داشتیم که یک شهروند بریتانی استرالیایی رو با 3 نفر از در واقع افراد جمهوری اسلامی که در تایلند مرتکب عمل تروریستی شده بودن مبادله کرد. حالا به نظر میاد که منطقا همچین ارادهی، همچین قصدی پشت این حکم ایشون، پشت بازداشت ایشون، پشت این حکم و این حالا خبر جدید که بسیار نگران کننده است، به نظر من همچین قصدی پشت. فکر میکنید که تصمیم قوه قضاییه برای اجرای حکم اعدام متأثر از تحولات سیاسیه یا اینکه مستقلانه داره انجام میشه؟ همونطور که آقای دهقان در قسمت قبلی گفتن، نمیشه رفت در ذهن اینها دید که انگیزه شون چیه. اینها گمانه‌زنی است، ولی به نظر من بسیار امکان پذیر هست. بله، بازم تاکید میکنم گمانه‌زنیه، ولی با توجه به اتفاقات اخیر و بعد هم توجه داشته باشید که آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک در حال محاکمه است، آقای نوری در سوئد یکی از افرادی که متهم است به دست داشتن در کشتار 67 در سوئد اونجا در بازداشت هست. بنابراین بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی برای این مسئله میخواد که حالا یا اگه واقعا این کارو بکنن، که امیدوارم همچین اتفاقی نیفته اصلا، بخوان زهرچشم بگیرن و نشون بدن که حالا ما جدی هستیم و به اصطلاح غربی ها بگن که ما این کار از دستمون برمیاد. من واقعا امیدوارم که عقل کنن و همچین کاری نکنن. آقای جلالی هیچ دلیلی بر مجرم بودن ایشون نیست و واقعا امیدوارم که ایشونو فوراً آزاد بکنن و دست بردارن از این اقدامات تحریک‌آمیز و بی‌منطقه‌شون. فکر می‌کنید که چه تبعاتی برای روابط ایران و اروپا خواهد داشت در شرایطی که عده‌ای امیدوارن که روابط ایران و آمریکا رو به بهبود بگذاره؟ ببینید، به هر حال مسلمه خونید شما به خاطر دارید که در داستان میکونوس ایتالیا و اروپا سفرهاشون رو از ایران خواستن که برگردن به اروپا. اینکه در این شرایط بیان یک شهروند سوئد رو با اعتماد واهی بخوان اعدام بکنن، خب
مسلماً تأثیر خواهد گذاشت بر روابط جمهوری اسلامی با کشور اروپایی و امیدوارم واقعاً کشور اروپایی محکم وایسن جلوی جمهوری اسلامی و هیچ امتیازی به این حکومت ندن. بخاطر تا همینجاش هم ببینید اینکه یک آدمی رو بهش بگن که میخوام تو اعدام بکنید. بله. آقای میرانی این اراده سیاسی رو میبینید شما در اتحادیه اروپا؟ فکر میکنید که واقعاً حاضر هزینه سیاسی بده برای حمایت از شهروندانش؟ ببینید به هر حال در یک موقع فکر میکنم مجبور بشن که یعنی ببینن واقع جمهوری اسلامی و به عنوان حکومتی که گروگان میگه شهروندای خودش و شهروندای اروپایی و همچی کاری میکنه بعد با این واقعیت به اصطلاح روبرو بشن در یک زمانی. حالا هر چه زودتر بهتر. به هر حال جمهوری اسلامی نشون داده که ماهیتش چیه، در یک موقع هم به نفع کشور اروپایی هست که این واقعیت برای خودشون ببینن و تصمیم بگیرن که میخوان چیکار بکنن. متشکرم. شاهین میلانی مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر ایران. ایران از عربستان برای محکوم نکردن ترور محسن فخری‌زاده انتقاد کرده، اما چند ساعتی قبل از این انتقاد نماینده دائم عربستان در سازمان ملل ترور این شخصیت مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرده بود. چرا موضع‌گیری همسایگان عرب درباره ترور محسن فخری‌زاده تا این اندازه برای ایران اهمیت پیدا کرده و آیا این حساسیت به عادی سازی روابط کشورهای عرب منطقه با اسرائیل برمی‌گردد؟ گزارشی ببینیم از پرهام قبادی. لبیک یا حسین و لبیک یا حسین. ترور مرموز مردی که ایران میگوید دانشمند هسته‌ایش بوده و شروع دور تازه تنش‌ها در منطقه. محسن فخری‌زاده اولین فرد مرتبط با فعالیت‌های اتمی ایران نیست که در خاک این کشور ترور می‌شود. به علاوه در سالهای گذشته ایران یکی از عالی رتبه ترین و پرنفوذترین نظامی‌هایش را هم از دست داده. اما این بار واکنش تهران یک تفاوت عمده داشت. ایران بی صبرانه چشم انتظار محکوم کردن این اقدام از سوی همسایگان عربش بود. وزارت خارجه ایران امروز تلویحاً از سکوت عربستان سعودی انتقاد کرد. در خود منطقه خلیج فارس جز یک کشور تمامی کشورها محکوم کردند. برخیشون با کلمات بسیار جدی این رو محکوم کردند، حتی اونهایی که متحد ایران نبودن. البته عربستان ساعتی پیش از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران این ترور را محکوم کرده بود. با اینکه بیانیه‌ای در این رابطه صادر نکردند، اما نماینده دائم عربستان در سازمان ملل در مصاحبه‌ای با بخش عربی تلویزیون روسی آرتی ترور را محکوم کرد و از ایران خواست دست به اقدام تلافی جویانه نزند. وبسایت خبری میدل ایست آی در گزارشی اختصاصی گفت که امارات پیش از آن که ترور آقای فخری‌زاده را محکوم کند از سوی ایران تهدید شده. این وبسایت میگوید تهران مستقیما به محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی گفته در صورت حمله آمریکا ایران امارات را میزند. تغییر لحن ایران به عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل برمیگردد، اتحادی که به معنای گسترش نفوذ اسرائیل تا 40 کیلومتری خاک ایران است. و کشوری که 14 شعار ضد اسرائیلی داده حالا احساس خطر می‌کند. رهبران ایران همان زمان به وضوح گفتند که مسئولیت اتفاق‌های از این دست متوجه کشورهای عرب هم می‌شود. ادموند اینا خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن. آقای صهیونیست‌ها رو تو منطقه باز کردن. ما دست دراز کردید به سمت اسرائیل، بعدش هم می‌خواید پایگاه بدید به اسرائیل تو این منطقه. تمام عواقب وخیمی که در این زمینه پیش بیاد به عهده شماست. حالا جرد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ قرار است به عربستان و قطر سفر کند. رسانه ها میگویند هفته پیش هم وزیر امور خارجه آمریکا برای عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل به دیدار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان رفته بود. رسانه های اسرائیلی گفتند بنیامین نتانیاهو هم در پشت درهای بسته به آنها پیوسته. ایران شاید در انتظار دولت بعدی آمریکاست و گفته در دام این بازی نمی‌افتد. از سوی دیگر دونالد ترامپ به گفته بنیامین نتانیاهو بهترین دوست اسرائیل حالا در آستانه خداحافظی از کاخ سفید است. چشم‌انداز تغییر زمین بازی. یک ماه و نیمی حساس در منطقه‌ای پرتنش. پرهام قبادی، بی بی سی.
دیوید پاتریکارکوس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و همچنین نویسنده کتاب ایران هسته‌ای تولد یک دولت اتمی از کیپ تاون در آفریقای جنوبی با ماست. خوش آمدید به برنامه. فکر می‌کنید که نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس که عده‌ای به سرعت و عده‌ای با تأخیر محکوم کردن ترور آقای فخری زاده را چیه؟ کشورهای عربی، خب خیلی از کشورهای عربی باید بگم که اگه بخوایم صادق باشیم اونا خیلی خوشحال خواهند بود از این عملیات قتل در ریاض یا در ابوظبی. بنابراین نباید از خودمون بپرسیم که چرا او کشته شد که پاسخش خیلی آشکاره، باید بپرسیم چرا الان او رو کشتن و این خیلی ساده است. اسرائیلی ها دارن میگن که دولت بایدن که الان قراره به زودی مستقر بشه، خب وقتی که به قول اونها رئیس جمهور عوض میشن، اما نگرانی های امنیتی اسرائیل یا دیگر کشورها عوض نمیشن. آیا فکر میکنید که دیگر کشورها باید از جانب ایران احساس نگرانی کنن؟ I mean it's quite an open-ended question. خب البته یک سوال بازیه. به اصطلاح ایران ثابت کرده یا جمهوری اسلامی ثابت کرده در موارد متعددی که تهدیدی است برای دیگر کشورها. اگر به رفتارش نگاه کنید در سوریه، از طریق حزب الله در لبنان، رفتارش در یمن، میتونیم بگیم که بله، جمهوری اسلامی این چنین رفتاری رو در گذشته داره و رفتار توسعه طلبانی داره. کشورهای دیگری هستن که خب اونا هم میتونن رفتار توسعه طلبانی خاص خودشون داشته باشن، مثل اسرائیل یا آمریکا. البته نمیخوام اینها رو با هم دیگه برابر جلوه بدم، هم سنگ هم کنم، اما خب یک رقابتی در منطقه هست، یک جدایی بین شیعه و سنی در منطقه هست و کشورهای مثل امارات یا عربستان واقعا نگران این هستن که ایران چه کار میخواد بکنه و حالا این طبیعتاً تاثیر خاص خودش رو روی دولت بایدن هم خواهد گذاشت. عده‌ای از ناظران نگران 50 روز آینده هستند تا شروع به کار دولت جو بایدن. فکر می‌کنید که نگرانی‌ها ناشی از چیه؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته در این 50 روز؟ Well, I'm sorry. I have no ability to tell the future. Nobody knows. من نمیتونم واقعا آینده رو پیش بینی کنم. هیچ کسی نمیدونه. ولی خب واقعیت این است که دونالد ترامپ تقریبا رسما پذیرفته که انتخابات رو باخته. با توجه به شخصیت خاصی که داره، ممکنه که در این 50 روز کار خاصی بکنه. ولی خب ما نمیدونیم. یک ترسی هست، یک نگرانی هست. پیرامون دونالد ترامپ باید ببینیم که چی میگن مشاوران او و نزدیکان او. طبیعتاً دونالد ترامپ قابل پیش بینی نیست. از طرفی باید ببینیم که در برنامه هسته ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. جو بایدن به هر حال باید یک توافقی با ایران بهش برسه. نمیتونه ایران و برنامه هسته او رو نادیده بگیره. وقتی که بخواد به توافق برسه، از یک طرف ایرانی‌هایی خواهد داشت پیش روش که خیلی ناراحت هستن، عصبانی هستن از این قتل، و از طرف دیگر کشورهای عرب و اسرائیلی منطقه که به تازگی با هم دیگه متحد شدن و اونها به بایدن خواهند گفت که توافق هسته‌ای با ایران غیر قابل پذیرشه. بنابراین وضعیت خیلی دشواری پیش روی جو بایدن خواهد بود. مجلس ایران امروز کلیات طرحی رو تصویب کرد که اگر اجرا بشه تعهدات ایران در برجام بسیار کم میشه. با توجه به رفتاری که در 4 سال گذشته از جمهوری اسلامی دیدید، فکر میکنید که آیا ممکنه ایران وارد رفتار تهاجمی بشه و کم بکنه تعهداتش رو بیش از این؟ Well, I think this is all about putting pressure on negotiations for a future nuclear deal. فکر می‌کنم در نهایت بحث این که چه فشاری میشه وارد کرد برای اینکه در توافق هسته‌ای بعدی هر طرف دست بالاتر رو داشته باشه. من فکر نمی‌کنم که
ایران نیاز داره که تحریم ها روش بسته بشه، کمتر بشن. ایران نیاز به مشوق های مالی داره و نیاز به یک توافق داره. بنابراین با چنین حرکت هایی شاید میخواد که یک اهرمی به دست بیاره تا بتونه که فشار بیشتری بیاره بر طرف مذاکره. در نهایت ایران نمیتونه واقعا میز مذاکره رو ترک کنه و راه خودش رو بره، چون نیاز داره. بنابراین فکر میکنم در نهایت بس همین اهرم فشار داشتن و برگی برای بازی کردن در میز مذاکره داشتن باشه. رهبر ایران اروپایی ها رو متهم به کمکاری میکنه برای حفظ برجام. فکر میکنید که با شروع به کار آقای بایدن اروپایی ها واقعا مایل هستند که فضا به فضای پیش از خروج آمریکا برگرده؟ خب اروپایی ها تا حدی نفوذ دارن، نفوذشون تا یه حدی میره. توافق هسته‌ای طبیعتاً بین 5 به علاوه 1 بود. اروپایی ها عمدتاً آلمان جای خودشون دارن، ولی قدرت اصلی آمریکاست. آمریکاست که میتونه تحریم وضع کنه، آمریکاست که میتونه و تونسته ایران رو منزوی کنه. بنابراین گفتنش راحته که اروپایی‌ها باید چه کنن و چه نکنن، اما قدرت اروپایی‌ها محدوده. اونها نگاه خواهند کرد ببینن بایدن چه کار میخواد بکنه. بنابراین همه ناظر این خواهد بود که بایدن چه کار خواهد کرد. همونطور گفتم ما الان این ائتلاف تازه تشکیل شده بین کشورهای عرب و اسرائیل رو داریم در منطقه و خب و جو بایدن طبیعتاً تلاش خواهد کرد که توافقی که ایجاد میکنه اونها رو خیلی ناراحت نکنه، برای اینکه اونها معتقد بودن که توافقی که اوباما با ایران بسته بود توافق ضعیفی بود. متشکرم دیوید پاتریک هاراکوس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه با من. و حالا صد زن. پردیس ثابتی متخصص ژنتیک و ویروس شناسی از جمله دانشمندانی است که در صف اول مبارزه با ویروس کرونا است. خانم ثابتی کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن برای تشخیص سریع کرونا طراحی کرده و همزمان تلاش می‌کند که جهان را برای واکنش سریع‌تر به همه‌گیری‌های احتمالی در آینده آماده کند. او همچنین یکی از دانشمندانی است که با به خطر انداختن جانش موفق به شناخت ساختار ژنی و منشأ ویروس کشنده ابولا شد. شیدا هوشمندی با خانم ثابتی درباره یافته‌ها و تلاش‌هایش برای علم ژنتیک و ویروس شناسی گفتگو کرده. کتاب‌های تاریخ علم پر است از نام مردان دانشمند: نیوتن، انیشتین، داروین، هوکینگ و برنرزلی، و این فهرست ادامه دارد. از دانشمندان زن اما در تاریخ علم کمتر می شنویم. سال 2020 است و هنوز این تصویر بیشتر لابراتوارهای رشته‌های علمی و مهندسی در دانشگاه است. تصویری که نشانگر حضور کمرنگ زنان در این عرصه است. از کل پژوهشگران حوزه STEM یا همون رشته‌های علمی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی کمتر از 30% زن هستند. همین نسبت در دانشجویان رشته‌های مانند مهندسی و ریاضی دیده می‌شود. زنان فعال در این حوزه‌ها کمتر از پژوهشگران مرد مقاله تحقیقی منتشر می‌کنند و کمتر هم حقوق می‌گیرند. این شرایط اما زنان دانشمندی مانند پردیس ثابتی را مایوس نکرده. استاد ایرانی دانشگاه هاروارد و از نامدارترین متخصصان ژنتیک و ویروس شناسی در جهان. خانم ثابتی معتقد است که زنان باید قدرتمند شوند تا بتوانند به زنان دیگر کمک کنند. One of my students at the time now a very successful entrepreneur Reedy Terrell said to me when I was having one of my worst moments where it was just awful and I was like why would I come in for this torture on a daily basis and she said for me for everybody else if you leave like what does that say to us and so I hate to break it to you but it's not about you it's about you know everybody that comes behind you and that stuck with me خانم ثابتی یک سال است که با آغاز همه‌گیری کووید 19
16 تا 18 ساعت در روز کار میکند تا روش جدید و سریع‌تری برای تشخیص بیماری‌های واگیردار مانند کرونا پیدا کند. لابراتوار ثابتی در هاروارد با همکاری دانشگاه MIT یک کیت آزمایشی با تکنیک ویرایش ژن طراحی کرده. از طریق این کیت میتوان هزاران آزمایش را به صورت خودکار انجام داد و نتیجه هر آزمایش را همان روز مشخص کرد. تیم خانم ثابتی همزمان تلاش میکند که جهان را برای همه‌گیری‌های جدید ویروسی آماده کند. داریم دیاگنوستیک درست میکنیم که ویروس ها پیدا بکنیم. داریم با ماتماتیک کار میکنیم. ما خیلی از این الان این اپ ها که همه حرف میزنن، اپ 6 سال پیش شروع کردیم درست کردن این اپ که یه چیزی که نمیدونم دیگه تو فارسی میگن machine learning یا artificial intelligence. تو لب ما خیلی این کارا میکنیم که استفاده کنیم خیلی تکنولوژی ماتماتیک با کامپیوتر که بتونیم کمک کنیم که تندتر هم پیدا کنیم که چیه آدم دارن یا آدم مریضه چی دارن، بعدن به همه هم بگن. تشخیص سریع و هشدار به موقع درباره همه‌گیری جان میلیون ها نفر را نجات می‌دهد. کاری که پردیس ثابتی چند سال پیش اینجا در غرب افریقا انجام داد، گوشه ای از جهان که ویروس ابولا بی صدا مرگ را تکثیر می‌کرد. تو 2012 یه پیپرم پابلش کردم با لب من که گفتیم که این ویروس ها هستن، ما فقط جوری نداریم که پیداش بکنیم. ما رفتیم تو هم نایجیریا تو سیرالیون شروع کردیم کار کردن، تو اباد سنگال کار کردیم که این لبا کمک کنیم که بهتر میتونن چیزا پیدا کنن. تو 2014 هست ایبولا آمد، این لبا که با ماشون کار میکنیم هم تو نایجیریا هم تو سیرالیون اولین کیس تو کشور پیدا کردن. همه اول فکر کردن ویروس هی از حیوانا دارن میان. این داشتیم نگاه میکردیم، خیلی نشون داد که نه، این ویروس تو آدما هست الان، از آدم به آدم دارن میرن. بعد عوض کنی چطوری داری میری. بعد نشون دادیم که این ویروس دو ست میوتیشن داشته بود. این به دنیا دیتا بود که به دنیا نشون داد که این ویروس داره عوض میشه. بعد تند کار بکنیم. پردیس ثابتی در مسیر مبارزه با ویروس ابولا بعضی از دوستان و همکارانش رو از دست داد، موضوعی که انگیزه نوشتن این آهنگ شد. پردیس ثابتی در این قطعه میگوید که همه ما در این مبارزه با هم هستیم. یکی از تلاش‌های اخیر پردیس ثابتی آماده کردن نظام آموزشی و کودکان برای پاندمی‌های بعد از کرونا است. او از آموزش در اینجا، مدرسه کوچک در ایالت فلوریدا آغاز کرده. قدمی که به گفته او هر قدر کوچک کمک می‌کند تا جان‌های کمتری در همه‌گیری‌های بعدی از دست برود. پردیس ثابتی امیدوار است که با تلاش‌های علمی‌اش بتواند به ایران، زادگاهش هم کمک کند. وطنی که به اجبار از آن دور شده، چون پدرش قبل از انقلاب از مقام‌های ارشد حکومتی بود. تو تهران به دنیا آمدم، بعدن سر دو سال آمدم آمریکا. من ایرانی هستم و من خیلی کشور خودم دوست دارم، میخوام کمک کنم. تو لب خودم ایرانی خیلی زیاد دارم. بعدن میخوام آدم ها که تو لب من میام، اونم میخوام انسان کنم که برن آدم دیگه کمک کنم. انسان هستن، بعدن کمکشون کنم که بگم چطوری میتونی، تو آمریکایی میگن paid forward، تو یه چیزی خوب بکنی واسه یه آدم که میتونی خوب کنه واسه آدم دیگه، اینطوری میکنی. او بی سر و صدا کارهای انجام می دهد که جهان را دگرگون می کند. نمونه زنی دانشمند در دورانی است که هنوز فرصتهای برابر برای زنان و مردان در علم و فناوری مهیا نیست. اما او به ارزشهای خود وفادار است. من مثل نیستم که میگم مردی یا زنی است. من آدم انسان دوست دارم. به بچه جوونم میگم نه، دنبال نکن که من چیز باید خیلی بزرگ بکنم. برو یه آدم کمک کنی، بعدم میبینی کجا میره، خیلی جالب تر میره. شیدا هوشمندی، BBC.
تعداد زنان تاثیرگذار به مراتب بیشتر از 100 نفره، اما بی بی سی هر سال سعی میکنه 100 زن تاثیرگذار سال رو انتخاب بکنه. انتخاب سختیه. از جمله اونها امسال سمیه فاروقی از افغانستان، کاپیتان تیم رباتیک افغانستانه که مهمون ما هستند، خانم فاروقی، و همچنین مریم زیایی مدیر شرکت آیسونو از سان فرانسیسکو که جزء فهرست 100 نفر نیستند ولی از جمله هزاران زن تاثیرگذار در سراسر جهان محسوب میشن. خوش آمدید به برنامه خانم ها. خانم فاروقی، ابتدا از شما شروع بکنم، تبریک میگم که جزء 100 زن برتر امسال انتخاب شدید. ابتدا از یک کمی از خودتون به ما بگید، از کاری که میکنید، تیم رباتیک افغانستان دقیقاً چی کار میکنه؟ خب سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. سمیه فاروقی هستم، کاپیتان تیم رباتیک افغانستان. خب تیم رباتیک یا میتونید در کل بگیم افغان دیمرز، یک تیم باشه که حدود 50 دخترن که در رو کار میکنن. ما در بخش های مختلفی، در بخش گیم، در بخش رباتیک، لایت آرت کار میکنیم که مؤسس ما هم دفتر دی سی اف خانم رویا محبوب میباشن که همه ساله شاگردان زیادی از مکاتب دولتی در بخش های مختلف اقتصاد، رباتیک، گیم سازی تعلیم میبینن. خانم زیایی، خیلی خوش آمدید به برنامه. شما دکترا در برق الکترونیک دارید و دستگاهی تونستید اختراع بکنید که به کمک بسیاری از زنان میاد. بیشتر بر ما توضیح بدید. من خیلی ممنونم که توضیح دادید و برنامه من که مهندسی برق هست، ولی 4 سال پیش ما یه تیم شرکت آرتانوها رو تأسیس کردیم که بتونیم بهبود در دسترسی و کیفیت برای تشخیص و پیگیری سرطان سینه داشته باشیم. اول سیستم ما اسمش آتوسا هست و سیستم آتوسا یک آتوسان یا سونوگرافی بلدر هست که به کمک هوش مصنوعی کمک میکنه که سرطان زیر سینه رو در مراحل اول تشخیص بدیم خانم فاروقی. به عنوان یک دختری که در افغانستان داشت بزرگ می‌شد، اصلا چه شد که شما جذب تیم رباتیک شدید؟ واکنش خانواده و جامعه چه بود به انتخاب شما؟ خب اولین باری که من وارد تیم رباتیک شدم در سال 2017 بود که از امتحانی که از بین 150 نفر گرفته شد 20 نفر و بعد 6 نفر انتخاب شدن نظر به شایعه هایی که معلومات بیشتر درسی رباتیک، انگلیسی، برق و اجازه فامیل داشتن. خب طبعا هر وقت که کسی مخصوصا دخترها در جامعه مانند افغانستان به جای میرسن، حمایت فامیل از اون آید. خب فامیل من بسیار حمایت کردن که من تونستم به اینجا برسم و همچنین ما بر علاوه حمایت فامیل، حمایت کشور خود و هموطنان خود خود هم نیاز داشتیم. تا ای که در اول درسته کمی نگاه ها و کامنت ها منفی بود به تیم ما، به خاطر که اولین بار بود یک تیم دخترانه ای، او هم در بخش تکنولوژی و استیم که کاملا در افغانستان جدید بود کار میکردن. ولی خب با دستاوردهایی که ما داشتیم امروز خیلی بهتر شده و خیلی مردم ما را حمایت میکنن. خانم زیایی، اساساً چه شد که شما مسیر برق الکترونیک رو انتخاب کردید؟ چه رشته‌ای که برای بسیاری رشته زنانه ای نباشه؟ راستش من که خانواده این رو داشتم که مهندس و هیچ وقت با پدر من خودش رو شرکت پزشکی داشتم و هیچ وقت به این فکر کردم که با من یه زن میتونم درم رشته مهندسی و مهندسی خیلی رشته پسرانه. از آدم وقتی که اومدم، من هستم 10 سالی که اومدم آمریکا و هم دانشگاه، دیدم که خب تعداد زنان خیلی کمه در این رشته، ولی خب با کمک و ساپورت پدرمادرم من که همچه تشویقم میکردم و همچه دوست داشتم در زمینه پزشکی و دستگاه پزشکی کار بکنم و خب خوشحالم که الان این شانس رو پیدا کردم که با بکگراندم و بتونم اونو استفاده کنم. خانم فاروقی، شما مثل این که دستگاهی تونستید درست بکنید که به دوران کرونا هم به کار میاد و کمک کرده، راجع به این دستاوردتون به ما بگید. خب
خب در دوران کرونا چون عدم دستگاه های ونتیلیتور باعث می شد که مردم جان خود را از دست بدن، ما به خاطر ویروس کرونا ما تصمیم گرفتیم که دستگاه بدیل ونتیلیتور بسازیم که کار میکانیکی کردن خود امبوبکر انجام بده و خوشبختانه این کار این دستگاه ما کاملا تمام شده. ما تمام درخواست هایی که دکترها از ما داشتن ما تونستیم که در این دستگاه خود پیاده کنیم و دستگاه های مشابه این دستگاه هم تونستن تاییدیه FDA امریکا رو بگیرن و شرط 4 گزینه که خودی رو تعیین کرده، یکی که به صورت کوتاه مدت این دستگاه ها استفاده بشه، تحت نظر یک دکتر استفاده بشه، همیشه در شفاخانه استفاده بشه و وقتی که دستگاه های ونتیلیتور اصلی نبود از این دستگاه ما میتونیم استفاده کنیم. و بر علاوه این دستگاه دو دستگاه دیگه هم که ما به خاطر کمک کردن در این شرایط کرونایی ساختیم، یکی دستگاهی می باشه که از لامپ‌های UVC و یا ماورای بنفش در استفاده شده تا برای ضد عفونی کردن و از بین بردن میکروب‌ها در مکان‌های سربسته مانند شفاخانه‌ها که بیشتر در معرض میکروب‌ها و ویروس‌ها و مخصوصا ویروس کرونا در این شرایط هست، میتونه اونا رو پاکسازی کنه. و دستگاه بعدی هم دستگاهی میباشه که مواد ضد عفونی بر روی وسایل مثل وسایل دکترها که بیشتر با مریضا میباشه و با ویروس ها و با ویروس کرونا آغشته میباشه میتونه از بین ببره ویروس ها. خانم زیایی اشاره کردید که کماکان بسیاری از کسانی که در رشته شما فعالیت میکنن مرد هستند. توصیه‌تون به زنانی که مایلن در این عرصه وارد بشن چیه؟ توصیه هستیم اینه که اعتماد به نفس داشته باشن و بر آرزوش پافشاری بکنن و خیلی راحت ناامید نشن، چون کسانی هستن که در راه بهش میگن شما نمیتونین و بوجه کنن و حتما روی پافشاری کنن و از و دور خودشون مشاورانی که دوستشون نکنه همراهشون هستن و جمع کنن که بتونن از اونها راهنمایی بگیرن که بتونن راحت‌تر باشن. و خانم فاروقی شما برای دخترانی که در ایران در افغانستان الان دارن صدای شما رو میشنون توصیه‌تون چیه؟ خب من باید بگم که در کشورهای مانند افغانستان که بسیار سخت میشه برای دختران، امیدوارم که هم به ما هم به تمام دختران خود تکنولوژی، فناوری و ساینس همگی باید اینا دسترسی داشته باشن تا بتونن باعث پیشرفت کشور خود بشن و همچنین هر وقت که هدف دارن همیشه هدف خود خود تعیین کنن و هر شکستی که میخورن مقدمه برای پیروزی از اونا میباشه و مطمئنن میتونن پیروز بشن. متشکر از هر دوی شما، سمیه فاروقی و مریم زیایی از جمله زنان تاثیرگذار این روزهای ما. کارکنان بخش بهداشت و درمان در ایران نزدیک به یک سال است که در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کرونا هستند. معلمان و کادر آموزش هم از زمان بازگشایی مدارس در خطر بیشتری قرار گرفتند. این گزارش به زنان شاغل در کادر درمان و نظام آموزشی ایران اختصاص دارد که قربانی کرونا شدند، با این توضیح که فقط به تعدادی از آنها اشاره شده. از صبح 100 نفر جلو من جون دادم. ما داریم دونه دونه مریض میشیم، دونه دونه داریم از پا میافتیم، خسته میشیم، پا درد سر درد. خواهش میکنم هر روز زنگ میزنه میگه مامان دلم برات تنگ شده. بعد بچه 4 ساله از کرونا ذهنیتی نداره، فقط میگه که خدا کنه کرونا. وقتی که پرسونه جانشون رو کف دستشون میذارن حضور دارن، پس امکانات باید باش. فصلن همه درگیر هستن، یه نیرو جانشین هم پیدا نشد دیگه، مجبوریم که بیاییم.
امروز بزرگترین رویداد فرهنگی کشور اتفاق می افتد. رویدادی با 15 میلیون دانش آموز، 1 میلیون آموزگار، معلم، دبیر، هنرمند. تک تکشون گرامی، متاسفانه فرصت نشد که از همشون نام ببریم. اندلیب اکبری، ستاره نوظهور در هنر موسیقی افغانستانه که این اواخر به بابا بازخوانی آهنگ ساقیا مرا دریاب از احمد ظاهر نامش بر سر زبون ها افتاده. اندلیب میگه 7 سال پیش پس از اون که شورشیان پدرش رو در افغانستان کشتند، خانواده او به کانادا مهاجرت کرد. او این آهنگ فرهاد دریا، هنرمند معروف افغانستان رو برای برنامه 100 زن بی بی سی فارسی اجرا کرد. هر جا که سفر کرد تو هم سفرم و از هم طرفی رفتم تو را و از هر طرفی رفتم تو را اندلیب اکبری بود. اضافه بکنم که همه زنان لازم نیست که مهندس باشند و پزشک باشند برای اینکه تاثیرگذار باشند. تک تک مادران، میلیون ها مادری که در ماه‌های گذشته در خانه به بچه‌هاشون آموزش دادند و فداکارانه ازشون نگهداری کردند، هم بیشک جزو زنان تاثیرگذار ما هستند. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.